به نظر من یه مسئله هستش که باهاش بگیم wishful thinking، و یه مسئله هستش که ریال پولیتیکس شما خاورمیانه رو باید بیشتر آشنایی باش داشته باشیم. یکی اینی که هر یکی از کشورهایی که شما بگید میتونیم استدلال بیاریم و استنباطی داشته باشیم از آنچه که تا چند روز حاضرن برای این موضوع بیان و پشتیبانی میکنن. از طرف دیگه یکایی که این کشورها یعنی بهار عربی رو داشتن، حالا ما نمیگیم که کشور مثل تونس و لیبی و الجزایر و غیره و اینها، ولی اردن خودش بیش از 70% فلسطینیون هستن که خودش اصلا معلوم نیست وضعیتش به چه گونه است. دو، عربستان سعودی میبینید که آرامکو رو که زدند در از پاتریوتی های امریکایی کاری نتونستن انجام بدن، با پهپادها به آسونی تونستن آرامکو رو بزنن، ولی اینا در صدد هستن که بیان S300 و S400 از روسیه بخرن. یعنی عربستان سعودی هم در نشست های امنیتی که من داشتم من عنوان کردم، عربستان سعودی به هیچ وجه از این برنامه پشتیبانی نخواهد کرد تا وقتی که مریم رجوی رو در اختیار داره، و مریم رجوی در حال حاضر به حال شوهر سومش یک شیخه که میلیون ها دلار در اختیارش گذاشته که بتونه برنامه الاحواز رو به پیش بره، با وجودی که این منفور هستن در داخل ایران. شما درخواستی دارید از نظر کارشناسی معقول نیست، نکنید باید کاری رو شما به پیش گرفته باشید، نه اینکه من کاری رو در عرض 32 سال کردم، بلکه چه زمینه رو از نظر دیپلماسی، از نظر لوبی شما انجام دادید. وقتی که شما میگید دست ما رو در دست دیگری بذارین، عروس داماد که نیستن، شما کنید یک ارگان بزرگی مثل ایپاک میلیون ها یا میلیارد ها دلار در حال حاضر خرج میکنه برای اینکه لوبینگ ایجاد بکنه. برای کوبا همینطور لوبینگ دارن ایجاد میکنن. خود سعودی ها و خود ایرانی ها و نایاک میلیون ها میلیون دلار دارن میریزن که این لوبینگ رو ایجاد بکنن که دستشون رو در دست دیگران بذارن، و اوباما رو دیدن چجوری دور زدن و 150 میلیارد دلار رو آمد با وجود تحریم هایی که بود و اینها تونستن برجام به اینها برسونن. بفهمید.